نمکیم و با نمک کلی انرژی داریم، اگه حتی نخوای بخندی ما به خندت میاریم، دور هم دیگه شادیم توی جمع فوق‌العاده، خوش میگذره با ما بخندی کنار خانواده. ما خوش نمکیم و با نمک، 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 خوش نمک با نمک، خوش نمک با نمک، خوش نمک با نمک، خوش نمکیم و با نمک. سپهر ملکوتی تهرانی. ها شما یعنی اون خانمه که اونجا هستش اینجوری وایساده رو نمیبینی؟ 37 سالشه ولی میگه سن اصلیش همون 7 ساله از تهرانه. رضا فقیهی یکم بعد از این که به دنیا اومد این سیبیلو گذاشت. از اون موقع تا به امروز کسی نتونسته بدون سیبیل ببیندش. اومده بچه اومده شیرینی نمیخواد. جناب آقای فرهاد مجیدی فر کلن از همه چیز شاکیه. بذاری چیز بیشتری نگم تا از منم شاکی نشده. یه شرکت کننده بانشاد داریم که اسمش علی افشاریه. من شرکت کننده شماره 4م. آقا منظورش دورچینه. منظورش دورچینه؟ علی صدا پیشگی میکنه و نشاط هم اسم عروسکشه. قربون چشات. میثم میساقی در اثر یک حادثه مجبور شده چهار گوشه زمین فوتبال رو ببوسه و وارد عرصه بازیگری بشه. گوشت نمیشه نوه. واه واه چقدر انرژی اینجاست. واه هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله به این همه انرژی مثبت. خانم ها آقایان، هم میهنان عزیزم، بینندگان محترم شبکه نسیم، سلام. با یه خوش نمک دیگه خدمتگزار شما میلاد صالح‌پور همراه شما هستیم و امیدواریم بتونیم لحظات خوب و شادی رو برای شما عزیزان رقم بزنیم و گل لبخند روی لبان شما هم میهنان عزیزمون کاری بکنیم که نقش ببنده، شادی تو خونه هاتون باشه، همیشه صدای خنده از خونه هاتون بلند شه و ما بشنویم و کیف کنیم، بدونیم کار خودمون رو درست انجام دادیم یا نه. طبق روال هر شب ما 5 تا شرکت کننده طناز و با استعداد در زمینه طنز داریم، یعنی کسایی که احساس میکنن، یعنی فکر میکنن آدمای با نمکی هستن و اومدن اینجا خودشونو به چالش بکشن ببینن واقعا با نمکن یا خیر. در طول این برنامه 5 تا بازی ما طراحی کردیم، دوستان درگیر کمدی موقعیت میشن و باید در لحظه نشون بدن که ذاتن آدمای با نمکی هستن یا خیر. از ابتدا تا انتهای هر بازی تماشاگرای عزیز داخل استودیو فرصت رأی دادن به شرکت کننده مورد نظر خودشونو دارن، یعنی اونی که با نمک‌تر بوده بیشتر تونسته بخندونه بهش رأی میدن تا پایان هر بازی و همینطور میریم تا انتهای برنامه و ببینیم که چه کسی به مرحله بعدی ما راه پیدا میکنه، چه کسی هم با تندیس این برنامه رو ترک میکنه. ممنونیم از این که دارید ما رو تماشا میکنید. عرض ارادت و تعظیم. خب متشکرم، مرسی از انرژی خوبتون. تماشاگرای امشبمون واقعا پر انرژی هست، دمتون گرم. هر چقدر تماشاگر باحال تر باشه شرکت کننده ها بیشتر انرژی میگیرن، من بیشتر به وجد میام و برنامه جذاب تری رو تقدیم حضورتون میکنیم. با شرکت کننده های ما آشنا شدید، اما الان من نگاه میکنم یکی از شرکت کننده ها فرق میکنه قضیه. سلام علیکم. سلام. به 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 حالتی چطوره؟ خوب هستی؟ قربون شما برم. شما حالت خوبه؟ بله. من شرکت کننده شماره 4م.
شرکت کننده شماره 4. آره. اومدی ما رو بخندونی. ها؟ اومدی ما رو بخندونی. ها؟ اومدی ما رو بخندونی. آها آره آره آره. خدا رو شما. بخند. نمیخندی. خدا رو شکر. بگو طالبی. طالبی. چه مجری جالبی. آفری. آری چلا، آری چلا. نه، الان از من تعریف کرد دیگه کم کم داره خوشم میاد ازش. آره. ولی که کمکت میکنم پس خودم هم باش ارزه میدیم با بقیه دوستان شناشیم. آره خیلی مخلصم آقا عرض ادب. آقا عرض ادب سلام عرض کردم. خیلی خوش اومدید. قربونه شما برم. فدای شما. چه چهره واقعا چهره واقعا نه راحت بگو چهره کمدی داری. فداتون بشم لطفه مرسی. فهمیدم باشه چهره کمدی داری. چهره تون 50% کار رفتی جلو. کوچیکش آقا چهره خودش داره طنز و در میاره. آخه نگاهش که میشه نگاهش که نخندی. خدا خدا خیلی خوش اومدی. قربون صبرم. تجربه کار طنز؟ بله. شغل چیه؟ کلا شغلت هم همینه؟ شغلم هم همینه. شغلتون هم همینه. کار تئاتر؟ بله. کمدی یا نه؟ بله هم کمدی هم نه. هم کمدی هم نه. بله. آره من خیلی عاشق بازی های نهتونم. قربتون برم. دیدم نه بازی خیلی خوب نه بازی نه رو خوبه. شما بگو هسته. هسته مجری کارش درسته. اون تندیس رو بدی من برم. خب فقط ظاهر کمدی رو داری. تندیس رو بدی من برم. اون 50% که گفتم از ظاهر اوکی. 50% بقیهش هم نداری. میخواستم بگم 50% بعدی اصلا افاقه میکنه اصلا میبره بچه میشوره میبره. سلام علیکم. درود بر شما. مخلص شما. من رضا فقیهی هستم. آقا رضا خیلی خوش اومدی. چاکر شما این خیلی مخلصم. احساس کنم خوابی. نه پر انرژی. بله خیلی پر انرژی. میتونی با خندت از تماشا چیا خنده بگیری؟ بله شاید بشه شاید نشه. تلاش فال میگیرم فال پشه. آقا خندیدن مصریه. بخندی امکان نداره توی جمع بخندی طرف مقابلتون نخنده اصلا بی خود و بی جدا کن. نخندیدن بعضی وقتا بابا آخر هر چیزی استثنایی داره. آقا ارادت من آقا فرهاد خب موقع جان خیلی والی مخلصم فرهاد مجدی پر هستم. خب خیلی خوش اومدی. قربونت برم. شما هم سابقه کار طنز تصویر تئاتر و گرافیک و یه سری زنجیرهایی که اینجوری به هم دیگه متصله. همه کار کردی تقریبا. آره از ژانر جدی بگی کمدی بگی حالا به حال تجربه است. سنمون رو تو همین بخش بعد فنا دادیم رفت. سنی هم نداری قربونت برم. سنی نداری تجربه کسب کردی. پیرمرد گروه هم دیگه حالا چه خبر دیگه؟ نشاط اسممه. نشان؟ نشاط نشاط اسمت. اعصابم نداری ها؟ ها؟ شما خیلی کوچولو نیستی بشه نه چه بابا سچاکه چه دیگه ریسم کنی ار چرا کیون پایینه اتفاق خیلی هم بزرگم آه خوبه نه از این بزرگتر از این بابا چی بگی احساس کنه که قایم کردی اون پایین بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا بیا بالا نه این بیا بالا آقا بیا عزیزم بیا قربه به 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 بزنیم افتخارشون سلام علیکم ارادت نگفته اون پایین بمون ببخشید قرار من تو مسابقه شرکت کنم نه آره این نمک نداره بهتون بگم از الان بگم این تندیسه رو میدیم به این دست شما درد نکنه قربونه خب الان شما الان کدومتون قراره تو مسابقه شرکت کنه قراره بوده این باشه ولی شما منو ببین الان نه. شما نشاط بودی شما قربونه چشای شما فردای اون نگاه الان شما نشاطی شما سرگرمی والا من فعلا سرگرمیشم دیگه سرگرمی میشه تو بری من باشم میشه تو بری من باشم نشاط جان شما برو یه برنامه داریم میسازیم برای کودکان تو اون شرکت کن بذار الان هیچی باشه اعصابم نداره نشاط چه نه پسر خوبیه میری باشه برم برو دیگه به افتخار نشاط یه دست خوشگل بزنید بره برو دیگه امیدوارم موفق باشی متشکرم ببخشید به شماره 5 مخلصیم بفهم 4 آقا میثم عزیز واقعا جذاب بود سلام عروسک گردانی و صدا پیشگیتون لذت بردم امیدوارم که توی مراحل مسابقه خوشنمک هم بتونین همینقدر
برنزه عروسکتون جذاب باشید. سلامت باشید. ممنونم. خیلی خوش اومدید. خوش شما. خسته نباشید قربان. مخلصم. شما خسته نباشید. میثم میثاقی هستم. مثل شماره 1 50% ماجرا رو داره تو چهرش. یه خود بیشتره. مثلا خود کاریکاتورتر قیافه من. اون به خاطر نوریه که روی سر شما هست و داره فوش میزنه. و عالیه. خب آماده ایم بریم سراغ اولین بازی؟ بله. پر انرژی؟ بله. دیگه از شما خیلی توقع میره چون کار طنز کردیم. منظورش با شما. سخت نکنه قضیه رو. دیگه یه برنامه بی‌نظیر باید بسازیم در کنار شما. انشالله. بازی اول بازی اسم و فامیل هست. بله. و قضیه به این ترتیبی که هر کدوم از شما عزیزان یک حرف رو انتخاب میکنید، بنده از شما سوال میپرسم پیرامون یک موضوع و شما بعد سوالای منو منطقی با حروفی که انتخاب کردید پاسخ بدید. شماره یک حرف رو انتخاب میکنید. ه. شما چی انتخاب میکنید؟ من فو انتخاب میکنم. ف. ف. آفرین. شما؟ سین. همون که تا دندون داره مثل من. شما؟ ب. ب. شما؟ میم. میم. اسم شریفتون؟ میثم. فامیلیتون؟ میثاقی. نام پدر؟ محمد. آما بهتون بگم که موضوع داستان اسم فامیل ما پیرامون خرید ماشینه. یعنی شما مالی من ماشین بخرید، من دارم ازتون سوال میپرسم. شما اسم فامیلیتون؟ بهروز. بهروز. شما اسم فامیلیتون؟ سعید هستم. شما؟ فرهاد. فرهاد فست فود باز. پدرتون چی کاره بودن؟ فرنی درست میکردن. خب شما قربان اسم فامیل؟ هادی. هرمان نجات. ماشین باری میخوای یا سواری؟ هیچ کدوم. من ما مسخرتی اومدی در نمایشگاه ماشین هیچ کدوم؟ هی پول نداریم. هی پول نداریم. شما ماشین باری میخوای یا سواری؟ فقط سواری. فقط سواری. فقط سواری. شما چی قربان؟ سواری یا باربری؟ سواری. سواری. شما چی؟ باربنددار باشه. چی؟ باربند داشته باشه. باربنددار باشه. سواری باربنددار باشه. دنده‌ای باشه یا اتومات؟ با دنده. با دنده. شما چی؟ دنده‌ای باشه یا اتومات؟ من دنده‌ای دوست دارم. بقیه اعضای خانواده چی دوست دارن؟ مادرم هم اتومات دوست داره. خب مینا خواهرم اتومات دوست داره. آها مردا دنده ای کارید، خانما اتومات دوست دارن تو خانواده شما. خب میخوای دور با ماشین بزنی؟ من ترجیح میدم که با ماشین دور بزنی. خب شما چی؟ باشه عالیه. باشه عالی. شما با ماشین دور میزنی؟ ساسا ماشینو برشه برده. چی؟ ساسا ماشینو برده. متوجه شدم. شما چی؟ فکر میکنم خوب باشه. اول از همه میخوای باش کجا بری؟ هر جا. آماده کرده بودی خودتو یه حس حاله عوض کردم. لاغل همدان میتونی بری یا همدان نمیرم. همدان نمیرم. شما نمیخوای باش دور بزنی؟ هرگز. چرا؟ میخوای بخری نمونه نمیخوای دور بزنی باش؟ هی تصف کردم بد. پول ماشین رو چجوری تسویه میکنین؟ هر جوری که کمپانی بگه. کمپانی من نیستم. هر جوری که من یه دلال ساده بیش نیستم. شما پول ماشین رو چجوری تسویه میکنی؟ فقط با فرمت فرمت فرغون. شما چی؟ سلام گرمی به بابام میکنم. بابام پولش میده. پدرتون حساب میکنه. با پول نقد. داری میگم مشتری. شما؟ من هم با پول نقد. ما پول نقد قبول نمی کنیم، فقط دستگاه پوز. من کارت ندارم. چی داری؟ من دست چک دارم. خب بریم سراغ رأی گیری اولین بازی امشبمون. تماشاگرای محترم 5 ثانیه فرصت دارید تا به شرکت کننده مورد نظر خودتون رأی بدید. 5 4 3 2 1 و اتمام رأی گیری. خب سپهر ملکوتی بیشترین رأی رو تونسته بگیره با اینکه هیچ کاری نکرد، یه هه برداشته بود توش هم گیر کرده بود، همون بهش میرسوندن. رأی خوبی رو گرفته. رضا فقیهی و فرهاد تقریبا رأیشون برابره. میثم هیچی رأی نگرفته به خاطر اینکه میپری تو حرف این و اون، هی میخوای خوشنمک بازی در بیاری، هی میخوای چیز کنی پس میزنه. علی افشاری هم با سپر در حال رقابته، رأیش کمتر از سپره ولی باز بیشتر از بقیه است. بریم ببینیم تو بازی بعدی قرار چه اتفاقی بیفته. با ما همراه باشید.
خوش نمک رو تماشا میکنید. امیدوارم که دوستان با نمک ما، شرکت کننده با نمک امشب ما، تونسته باشن خنده رو مهمون خونه هاتون بکنن و تا به این لحظه از دیدن ما لذت برده باشید. با ما همراه باشید. قضیه هی داره جذاب تر میشه، هی داره با نمک تر میشه. بازی بعدی بازی حاضر سواله. حاضر جواب رو دیدید دیگه، آدم های حاضر جواب سریع سرزرب جواب تو میدن، میگن طرف جواب تو آسینش داره. حالا شما باید سوال تو آسینتون داشته باشید، یعنی دو به دو مقابل همدیگه قرار میگیرید توی شرایط سخت، یعنی روی نیمکارهای تعادل میستید. همزمانی که دارید تعادلتون رو حفظ میکنید باید از همدیگه سوال بپرسید، سوال رو با سوال جواب میدید. سوال. هر کسی که من نومن کرد نتونه سرزرب سوال بپرسه یا نتونست با سوال جواب بده میره پایین، نفر بعد جایگزینش میشه. محبت کنید بیستید پایین لطفا، شماره یک و دو تشریف بیارن. قدم نورسیده مبارک، موضوع اینه، ایشون بچه دار شدن، شما اومدید با سوال میخوای قدم نورسیده رو بهش تبریک بگی. قدم نورسیده مبارک شده؟ به نظر تو قدم نورسیده مبارک نشده؟ نباید مبارک بشه، چی بشه؟ به نظر تو قدم نورسته به این خوشکلیق نانازی قشنگی مبارکش نباشه؟ چون شیرینی چرا ندادی؟ به نظرت من باید شیرینی میدادم؟ بچه هست دیگه، بچه اینقدر بچه اومده دیگه، اینقدر بچه اومده شیرینی نمیخواد؟ یه بار دیگه، چقدر بچه اومده؟ اینقدر بچه اومده شیرینی نمیخواد؟ اینقدر بچه چه شیرینی میخواد؟ اینقدر بچه شیرینی نمیخواد؟ خب اسم براش گذاشتی شیرینی نمیخواد؟ برو پایین، شماره سه جایگزینشه. روز اوله همکاریتون با هم تو شرکته، سوال میپرسید اصلا. سلام کردی؟ تلفن جواب دادی؟ چرا باید تلفن جواب بدم؟ رئیس رو دیدی؟ چرا باید رئیس رو ببینم؟ رئیس رو ندیدی؟ رئیس باید ببینم. موبایل منو دیدی؟ موبایلت چند گرفتی؟ پوشه رو دادی؟ پوشه کیو میخوای؟ فولدر رو دادی؟ چقدر استرس داری؟ من ببر با آقا من یک کمک من ببر آقا بلند آقا شو بیشیمه تو مرخص شد رفت تو کمک. الان خوبی؟ خوبم. با سوال جواب بده الان خوبی؟ چرا باید خوب باشم؟ سرت محکم خورد؟ چرا سرم برات مهمه؟ صدا داد؟ چرا باید صدادار باشه؟ جایی الان آسیب دیده؟ باید الان جایی آسیب دیده باشه؟ گرمی نمیفهمی خوشحال میشی؟ برو شماره 4 و 5 میان مقابل هم یه قرار بگیرن، شما دوتا هم بین استراحت کن. آره تو هم برو استراحت خستم. آرشگاه، ایشون آرشگره، شما رفتی موهات رو کوتاه کنی، ایشون از ته زده شاکی. آها خب مثلا فکر کنی یه روزی هم مو داشتی مثلا. آره واقعا آرزوه دیگه. خب چرا تزدی؟ چرا میپرسی؟ خب چرا تزدی؟ چی کار میکردم؟ یه ذره کوتاه مگه نباید میکردی؟ یه ذره کوتاه مگه نباید میکردی؟ چطوری اون ستا رو کوتاه میکردم؟ به نظرت ستا مو بود فقط؟ چرا فکر میکنی ستا بود؟ به نظرت بیشتر از ستا نبود؟ تعادلش نمیتونه حفظ کنه، مو بزنه توقعی داره. شاید تو فکر کنی ستا بود ولی یه دونه بود. باور کن به نظر خودم پنج تا بود. برای یه دونه مو رفتی آرشگاه وقت مردم رو گرفتی. به نظر برای نصف مو هم نبود. شما جواب داری، برو پایین شماره یک بیاد. دو تا پیره مرد بازنشسته تو پارکین، از همه شرایط ناراضی، دارید غور میزنید. به نظرت این شرایط خوبه؟ ها سوالی بود برای کرد به نظرت این شرایط خوبه؟ چی؟ گوشت میشنوه؟ چی میگه؟ گوشت نمیشنوه؟ مشخص نیست به نظرت؟ به نظرم مشخص نیست. شما حالا قرب بزن سر ایشون. چرا میلرزی؟ ها؟ جفتشون هم نمیشنون، اومدن دارن با هم صحبت میکنن. خب چرا جواب نمیدی؟ شما گردن نگرف اصلا یه تو رو.
پاره دختی بقا برو پایین برو پایین زرم پیره مرد زرنگ شماره دو بیا اومده خفگیری کنه از شما گوشی تو بدوزد ناموفق بوده شما گرفتی دستشو داری گوشی میدوزی؟ چرا باید بدوزدم؟ گوشیمو ندوزیدی؟ چرا من نباید بدوزدم؟ برای اینکه گوشی مال من دوزی کار بدی نیست گوشی خودم رو نباید بدوزدم؟ گوشی شما گوشی. تو جیب ایشون چیکار میکرده؟ گوشی من تو جیب تو چیکار میکرده؟ گوشی خودم تو جیب خودم چیکار میکرده؟ گوشی تو تو جیب من چیکار میکرده؟ ندوزیدی؟ نمیدونستی که من نباید بدوزدم؟ من میدونستم تو نمیدونستی دوزی بده؟ نمیدونستی گوشی گرون نباید بذاری؟ به نظرت قیمت گوشی ربطی داره به شما؟ نمیدونستی رفته بالا؟ نه نمیدونستم رفته بالا؟ نمیدونستی جلو چش نباید بذاری؟ نه نمیدونستم نمیدونستی قبلش باید شارژش کنی؟ چرا ویبره داری؟ این دوزه یا داره پیام اخلاقی میخونم بفهمم پایین خب شما الان سر حالی؟ بعد اون ضربه شاسی جا خورد پس بیان تو مطب دکترید ویزیت دکتر عجیب غریب گرون شده دارید سر این موضوع با هم بحث میکنید جفتتون هم بیمارید ویزیتش چنده؟ ویزیتش چنده؟ مگه من دکترم؟ به نظر تو من قیافه میخوره دکتر باشم؟ اصلا به نظر تو اصلا اون دکتره؟ به نظر دکتر نیست که ما آمدیم پیشش؟ به نظرم اصلا تو بیمار نیستی پس چرا آمدم اینجا؟ سوالی نبود چرا آمد اینجا؟ خبری آقا این همه خبری دونم شماره دو بیا مطب دکتر پول زیادی بابت ویزیت پرداخت کردید از این موضوع شاکی هستید دارید با هم دیگه بحث میکنید که آقا همه چی گرون شده یا نه فقط ویزیت دکتر گرون شده خیلی پول دادی؟ آقا 500,000 تومان باید پول بدیم به دکتر فرمتشو دوست داری؟ فرمتشو دوست نداری تو؟ فرمولشو چطور دوست داری؟ به نظر تو با فرمول میشه رفت دکتر؟ به نظر تو با فرمول نمیشه رفت دکتر؟ به نظر تو فرمول 500,000 تومان رو میشه کرد 300,000 تومان؟ حالا چرا داد میزنی؟ به نظر تو داد نزنم چی کار باید بکنم؟ تو مطب آقا اینقدر داد نزنی لطفا شما یعنی اون خانمه که اونجا هستش اینجوری وایساده رو نمیبینی؟ به نظر تو 500,000 تومان میارزه اونو ببینیم؟ چرا نظر من واسه مهمه؟ به نظر خودت نپرسید بزنید به افتخارشون محبت کنید کنار هم دیگه بیستید به ترتیبتون به ترتیب شما را میتونید بشینید و دوستان از اونم فرصت دارن رای بدن به شرکت کننده مورد نظرشون کسی که به نظرشون در این بازی خلاقانه خندوند شما رو 5 4 3 2 1 و اتمام رای بدید فرهاد مجیدی فر هیچی رای نگرفته رضا فقیهی یه ذره تای نمکدونش نمکی شده علی افشار و میثم با هم دیگه برابرن سپر ملکوتی باریکلا هم تو مرحله اول هم تو مرحله دوم تونسته دل تماشاگرای ما رو به دست بیاره با اینکه من ازش پرسیدم که چرا اومدی گفت واقعا دقیقه 90 شد به من یهو زنگ زدن من داشتم رد می‌شدم خود توضیح بده والا من قرار نبود اصلا باشم تو مسابقه قرار بود همراه دوستان میام و کنار بچه‌ها باشم ولی یه اتفاقی به وجود اومد که حالا که دوستان نتونستن بیان و اینجا بشینن و خیلی دقیقه 90 من اصلا هیچ خبرم نداشتم که کجا دارم میام و قرار چیکار بکنم به تو رو خدا ببخشت با این حال اومده بیشتر این رأی رو گرفته خب بریم برگردیم بازی سوم بازی جذابیه بینندگان محترم خوشنمک اگر شما هم احساس میکنید آدمای بانمکی هستید آدمای طنازی هستید و دوست دارید خودتون رو به چالش بکشید فقط کافیه به شماره 30051 پیامک ارسال بکنید تا بیاید اینجا به عنوان شرکت کننده بشینید و به ما در شاد کردن دل همیهنانمون کمک بکنیم یه چالشی هم برگزار شده خودتون هم به چالش کشیدید دیدید واقعا بانمکید یا نه بریم سراغ بازی سوم اسم بازی سوم هست قهر و آشتی موضوع اینه که شماره 1 رفته توی رستوران غذا بخوره تا غذاش آماده شده یاد شما دستاشو نشسته رفته دستاشو بشوره برگرده متوجه شده دورچین غذاشو یکی خورده به کی مشکوکه شماره 5
شماره 5 باید ثابت کنه که دورچین شماره 1 رو نخورده. شماره 4 هم با شماره 5 با هم دیگه تو رستوران بودن، شاهده که ایشون دورچین ایشون رو نخورده. اما از اونجایی که شماره 2 با شماره 1 هم همراه بودن در رستوران، شماره 2 شهادت میده که شماره 5 دورچین شماره 1 رو خورده. شماره 3 هم که آشپزه، منم مدیرم. شما اومدی الان پیش من شاکی. سلام عرض کردم قربان. سلام قربان. خوب هستی شما؟ شما مدیر این رستوران هستی؟ بله بله قربان. خیلی خوشبختم. آقا من اومدم رستوران شما، بله. یه غذا سفارش دادم، غذا رو برای من آوردن. بله. یه لحظه رفتم دستمو بشورم بیام، اومدم دیدم غذام هست. خب؟ بغل غذام نیست. چی؟ بغل غذام نیست. یه لحظه باشه. بغل غذا چیه؟ آقا منظورش دورچینه. چرا اینقدر هرس میخوری؟ بشین آروم. آقا یه لحظه باش. آقا یه لحظه باش. منزلش دورچینه. دروغ میگی. دورچین با بغل غذا فرق میکنه. آقا بغل غذا ماست، نوشاب ماست، ترشی، زیتونی میشه بغل غذا. همونو خورده. همونو خورده. اونا هم خورده. شما هر چی بهش میگین بغل غذا منو خورده. بغل غذا چرا بغل غذایشونو خوردی آقا؟ اول اینکه شما صدا قشنگه رو میندازی بیرون، فهم میکنی به نفع شما رأی میدن. آقا سلام علیکم شما رستوران بود. خیلی راحت آقا. آقا اصلا به من میاد بغل غذا خور باشم؟ آقا اصلا به ایشون میاد. نه آقا اصلا به ایشون میاد. من خود غذا خورم. ببخشید آقای مدیر، من خودم شاهدم بغل غذای اینو خوردن. اگه الان رسیدگی نکنید فردا بغل غذای منم میخورن. پس فردا بغل غذای اونم میخورن. دو روز دیگه بغل غذا این یکی هم میخورم، بعد بغل غذا اونم میخورم. چرا بغل غذا اینو اونم میخورم؟ آقا وقتی که من اومدم رستوران خودم بغل غذا ندارم. آیا خب دارم دیگه. آقای سرآشپز برای ایشون بغل غذا نذاشته بوده که ایشون بغل غذا ایشونو خورده؟ بغل ایشون چی بوده که ایشون خورده؟ شما آشپزی شما گذاشتی تو زن. من سفارشو نمیدونم چی بوده بغل ایشون. شما اصلا در جریان هستین چی خبر؟ فقط آوردین. شما نمیوردین اونا که گارسون میاره. شما آشپز جان. آقای مدیر اجازه بفهم. من ثابت میکنم که بغل غذا من یا خورده. ثابت کن بغل غذا. اجازه بده بفهم. بغل غذا رو خورده، تو غذا مو بوده، من دیدم ایشو خورد. آخا مو داشتی تو به من نگفتی؟ آقا اون چه ربطی داره؟ تو غذاش بوده، مربوط به آشپز نه من. تو آقا دولا شده به غلغزه رو بخوره، مو ریخته دیگه. مو نداره آخه. مو مو کدوم راست؟ کدوم مو؟ کدوم مو راست میگه؟ آقا بغلغزه آقا مو شاهد بغلغزهاشو خورده، چون تو بغلغزه منم مو بود اما الان نیست. خود بغلغزه هست موه نیست. آقا اجازه نگو بغلغزه تو رو من خوردم موشو. آقا اجازه یعنی تو اون یکی اومده موی بغلغزه تو رو خورده. حالا ولی بغلغزه رو خورده موشو نخورده. آقا اجازه آشپز داره میخارونی موی شما نبوده تو بغل غذا؟ اجازه جا ما اونجا بهداشت رعایت میکنه کاملا مشخص همین الان. خب شما چه دفاعی داری از خودت الان؟ من فقط موندم این مو داشته به من نگفته. آقا از کجا معلوم موی این باشه؟ تو الان من از این دفاع کنی؟ تو الان درگیری بینید مو داشته به تو نگفته؟ تو چرا تو تیم حریفی؟ نه من تو تیم حریف نیستم، تو تیم تو هم. ولی تو کی مو داشتی؟ بابا من مو نداشتم. آقا من رفتم بغل غذاشو بخورم درست. الان اصلا مشکل دو نخوردم. باید به این ثابت کنیم که این قبلا مو داشته یا نه. یه تیم بیا دفاع کنم از ایشون. آقا من بگم ایشو قبل بغل غذا مو داشته، بعد بغل غذا. یعنی دو قسمت، قبل بغل غذا، بعد بغل غذا. بعد بغل غذا مو نداشته. آقا غذا رو دیدم موها ریخته همه. اجازه آقا آشپز بی اعصابی. آقا اینا مگه شما تجربه ندارید؟ همین کلکاری میزنن حساب نکنن برم این در بیرون. شما چرا پول میخوری آخه؟ اینجوری فداشم. آقا من پول شما رو میدم، پول آشپزتون هم میدم. من بغل غذام نیست. الان با دوتا بغل غذا بهت بدیم بخوری آروم میشی؟ آفرین دوستان. به نظر نه. من بغل غذا خودم. نه آقا به نظر همین حرفی که آقای آشپز زدن درسته. کاملا درسته. ایشون داره بازی میکنه، جفسازی میکنه که پول غذا رو نده. برای خدا هرس نخور، من میترسم بغل غذای تو رو بخورن. آره اصلا داره سکته میکنه. خیلی عصبانی. یه بغل برم بغل غذا. آقا تو من زدی به رفیق ما. آخه به رفیق بدون. آقا خودت اعتراف کن بغل غذاشو خوردی یا نخوردی؟ آقا رفتم بغل غذا رو بخورم. وای خود غذا رو خوردی؟ نخوردم. نخوردم. دیگه توش مو بوده نخوردم. مو پس تو خوردی. مو بغل غذای منو تو خوردی. من بود نخوردم کلا. اومدم هم اینجا.
اصلا شد میز اشتباه نیتش خیلی بوده آقا میز اشتباه رفته تا تکلیف مو و بغل غذا مشخص شه تماشاگرها از اون رای بدین به شرکت کننده که احساس میکنید در این مرحله با نمکتر بوده 5 4 3 2 1 و پایان مرحله یعنی پایان مدت زمان رأی‌گیری بریم ببینیم که چه کسی باز هم سپر ملکوتی توی این مرحله رأی بیشتری رو تونسته بگیره از تماشاگرای ما رضا فقیهی و فرهاد و میثم نمکتونشون خالیه علی افشاری هم انقدر هرس خورد و داد و بیداد کرد یه دو نفری تای نمکتونشو پر کردن براش دستون درد اما رأیی که دارید مشاهده میکنید رأی بازی سومه ما مجموعه آرا رو هم یه بار با هم دیگه ببینیم مجموعه آرای سه بازی قبل سپهر ملکوتی رأی خیلی خوبی رو گرفته حدوداً 40% از نمکتونش پر شده رضا و فرهاد و میثم خیلی عقبن علی افشاری هم که یه ذره رأیش بهتر از بقیه است میریم برمیگردیم سه نفری که کمتر از بقیه رأی دارن رو جریمه میکنیم و در جریان هم باشید که از الان تا پایان برنامه یعنی تا پایان آخرین بازی رأی‌گیری انجام میشه اما دیگه به شرکت کننده ها نمایش داده نمیشه برای اینکه هیجان بازی بیشتر بشه با ما همراه باشید فعلا از این خبرها نیست بیا اینجا و نخندونی و سعیتو نکنی و تماشاگرمون هم بهت رای ندن و بری خونه نه جریمه داریم برای شمایی که هنوز نتونستین از تماشاگره ما رای بگیرید یعنی تماشاگرمون هم تیم مقدار سخت پسندن شهرونده شما هم خوب بودید سوتاتونو بذارید تو دهنتون سوت نزنید خب کش بله شرکت کننده جریمه چیه؟ بیننده توجه بفرمایید یه کش دارن رو دستشون یه سوت دوی دهنشون من کشو میکشم بالا ول میکنم اگر سوت زد یعنی از شدت درد سوت زد دوباره این کار انجام میدیم اگر سوت نزد میریم نفر بعدی خب حالا خودتون بعد این کار انجام بدید آره آقا درد داره؟ جان؟ درد داره؟ خیلی درد داره حالا امتحان کرد نبودید شما شماره دو کش شماره سه رو بکش شماره سه کش شماره دو رو بکش خیلی ناراحت هم دستت دلت میخواد یه سود بزنی من نمیتونی شماره دو شماره پنج رو کشش بکش خب حالا از الان به بعد چشاتون رو ببندید داداش خوبی؟ دستا رو نگاه کنید آقا بسته این بگید بعد آسیب دیدن بچه ها این خیلی چغره خودش هم سود زد بالاخره نزدی؟ خیلی پوست کلفته آقا کمربند میاری لطفا با کمربند بزنیم تو چه جونی داری اصلا دست داره قطع میشه آخه بچه خسته نباش آمادگیشو داری؟ نه نداری آماده؟ موامو چه روی کنی؟ این دیگه عشقه خنده نیست آخ بسته یا ادامه بدم یا بازم جریمه شو میکنم بسته بس بزنیم افتخارشون این تنبیهتون بود برید بشینید تلاش کنید که تو بازی چهارم و پنجم حتی ما داریم شوخی میکنیم با اتونا درسته شوخی ها داریم با بعدم ما هم با شما شوخی میکنیم بله من معذرت خواهی میکنم اگه با شوخی هامون کاملا داریم با شما آسیب جسمی میرسیم بریم سراغ بازی چهارم دیگه رأی‌گیری رو نمیبینید باید الان استرستون بیشتر باشه
انگیزه هم در شما باید بیشتر باشه، تلاشتون رو باید بکنید، وگرنه قشنگ معلومه که شماره یک میره مرحله بعد. دوست دارم بعد این دوتا بازی نتیجه رای گیری که نمایش داده شد یا ببینیم یک رای شما رو پایین شما اوج گرفتید، ببینم چیکار میکنید. بازی بعدی اسم بازی هست کیباشی. محبت کنید تشریف بیارید، هر پنج نفرتون اینجا بیستید. بله خب کنار هم از همون به ترتیب شماره ها. داستان به این شکله که من یک موضوع، یک داستانی رو میخونم، یک داستانی رو روایت میکنم. این داستان یه سری شخصیت ها داره و هر کدوم از شما هم یک کدوم از شخصیت های این داستان هستید. شما شخصیت یاشار رو دارید، شما شخصیت حمید رو دارید، شما شماره 3 مربی هستید، شما جالباسی هستید، شماره 2 هم کلیده. آماده اید؟ من برم پشت میزم داستان رو بخونم و شما این داستان رو باید بازی کنید. یاشار و حمید در باشگاه گیر افتاده بودند و نمیدانستند چطور از آن خارج شوند. مربی سعی داشت از پشت در شیشه با آنها صحبت کند و با آنها بفهماند کلید به جا کلیدی آویزان است، ولی یاشار و حمید مضطرب بودند، آنها کلید را نمی دیدند. مربی به شیشه ضربه زد، یاشار و حمید متوجه مربی شدند. مربی رفت به سراغ جالباسی و سعی کرد با آنها بفهماند کلید به جا کلیدی آویزان است. یاشار و حمید متوجه حرکات او نشدند. آنها فکر کردند که مربی دارد با آنها برای آنها نمایش اجرا می کند. برای همین الکی به مربی خندیدند که دلش نشکند. چرا سنه پرنده میدید چون؟ مربی بیشتر تقلا کرد که مثل کلید از جالباسی آویزان شود تا با آنها بفهماند کلید روی جا کلیدی است. اما آنها فکر کردند مربی سعی دارد با آنها بگوید که ورزش کنند و دمبل بزنند. آقا مربی رو در یاشار و حمید با کلافگی شروع به ورزش کردند. کلید که اوزارا میدید به پهلو چرخید، از جیبش تخمه ای در آورد و شروع به خوردن کرد و یاشار و حمید را نگاه کرد. تخمه خوردن اونو ببینید تو رو خدا، تا حالا کلید دیده بودید تخمه بخوره؟ مربی و جالباسی وقتی دیدن یاشار و حمید متوجه منظور آنها نمی‌شوند حرکت را عوض کردند. این بار مربی نقش جا کلیدی را اجرا کرد و جالباسی سعی کرد به یاشار و حمید بفهماند چه کار کند. مربی رو ببین. یاشار و حمید هم جایشان را تغییر دادند و شروع به دمبل زدن کردند. مربی و جالباسی بیخیال حرکت شدند و با دست به کلید اشاره کردند. یاشار و حمید فکر کردن مربی و جالباسی مشغول نرمش مخصوص انگشتان هستند. آنها هم به نرمش انگشت پرداختند. کلید از جا کلیدی خودش را جدا کرد، خودش را تکان و به سمت یاشار و حمید رفت. او خودش را به یاشار و حمید معرفی کرد. یاشار و حمید هم خودشان را به کلید معرفی کردند. کلید که خسته شده بود خودش رفت و در را باز کرد. او به یاشار و حمید راه خروج را نشان داد. یاشار و حمید به کلید تعارف کردند که اول تو برو کلید جان. یاشار و حمید به کلید تعارف کردند که اول او بفرماید و خارج شود. تعارف ها ادامه پیدا کرد. کلید به حمید و یاشار تعارف می کرد. یاشار و حمید به کلید تعارف می کرد. مربی اومد گند زد به داستان. مربی جان شما برو سر جات، هر موقع شما رو گفتم بیا. چه حرکتی رو دلنجون. یاشار و حمید به کلید تعارف کردن که اول او بفرماید و خارج شود. تعارف ها ادامه پیدا کرد.
هی ادامه پیدا کرد تا اینکه کلید عصبانی شد، کلید کنترلش رو از دست داد، کنترل خودش رو از دست داده بود، از باشگاه خارج شد و در را به روی یاشار و حمید قفل کرد. مربی و جالباسی برای کلید آبقند آوردند. جالباسی او را مشتمال می‌داد و مربی او را باد می‌زد. یاشار و حمید هنوز دنبال کلید می‌گردند. آه! این داستانه. یه دست خوشگل افتخارشون بزنید لطفا. خب ببینیم که شرکت کننده همون به چه کسی رنگ میدن. 5، 4، 3، 2، 1 و پایان زمان رأی‌گیری. همونطور که گفتم دیگه رأی‌ها نشون داده نمیشه تا آخرین مرحله. تا اینجاش که خوب بودین، امیدوارم آخرین بازی هم خوش بدرخشید. با ما همراه باشید، میریم و برمیگردیم. استقبال پنجمین بازی خوشنمک امشب و آخرین مرحله، آخرین فرصتی که شما دارید دیگه خودتون رو نشون بدید. بریم ببینیم که بعدش چه خواهد شد. بازی رو توضیح میدم براتون. اسم بازی هست ضرب الاثر. یه دونه از اون ضرب المثل ها رو من میگم، شما باید اون رو به تصویر بکشید جوری که مفهوم رو برسونه، منطق داشته باشه و توامان همراه با طنز و کمدی باشه. متوجه شدین؟ خر بیار باقالی بار کن. خر بیار باقالی بار کن. ضرب المثله. شروع کنید. شماره 5 معنیشو میدونی اصلا این چی؟ خر بیار باقالی بار کن؟ نه. آفرین. شماره 4 شما میدونی معنیش یعنی چی؟ خر بیار باقالی بار کن؟ یعنی یه مشکلی پیش اومده و خلاصه اوضاع بیریخته. شماره 3 بله بله. شما خر دیدی تا حالا باقالی بار کنه؟ خر رو باقالی بارش میکنن دیگه. آفر. معنیشو اصلا میدونی؟ بله بله. یعنی یه مشکلاتی به وجود میاد که دو برابر میشه و شما مشکلن در مشکلن در مشکل. آفرین. تا حدودی تونست به اصل موضوع اشاره بکنه. وقتی شما درگیر حل کردن یه مشکل هستید، یهو وسطش مشکل دیگه براتون به وجود میاد، اصطلاحا میگن حالا خر بیار باقالی بار کن. کلمه نمیتونی استفاده کنی ها؟ اگه قرار باشه بنویسی که نمیشه که. بگمش با تصویر. باشه میگمش. تصویر باید خودش گویای همه چیز باشد. 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1 و پایان. خب ببینیم که چیکار کردی شما. میثم 5 ساله از تهران. امشب تصمیم گرفته بودم خودم نگم، ایشون گفت. خر بیار باقالی بار کن. توضیح میدین لطفا؟ بله. من ببینم آقا این اون آدم هست، این اون باقالی هست. به آدمه میگه که برو خره رو بیار، این آدمه رفته خره رو داره بیرون میاره، اوورده اینجا، این خره رو اوورده پلو باقالیه. به جان خودم باورت نمیشه این باقالیه. بعد این اون آقا هست، چرا دستش پاک کردی؟ حالا خودت پاک کرد. نه بجان خیلی مهم بود دستش. آره بزن. من موضوع رو نمیرسون. نه آره ببین این آدم هست که خره رو این باقالی هست. ببین باقالی بالا خر بیار باقالی بار کن. آدمش کجاست؟ خب یکی بعد خره رو بیاره دیگه. خره خودش نمیاد. خره دیگه میاد. خب نه دیگه باقالیه به یکی میگه برو خره بیار باقالی رو بار کن. آقا خره دیگه خودش میاد، شاید اومد. خب وقت باقالیه نمیتونه بره بالا سوارش دست پا نداره. باقالیه دیگه. خب باقالیه خر نیستش که. خره خره خودش میاد. باقالیه که خر نیست. باقالیه باید دست پا داشته باشه. چرا داره جواب منو میده؟ دیوونه هم چون
من قبول داره اون میشناسه میدونه. بله شما هنوز داری میکشی شماره یک؟ به جان خودم کشید ها، 20 ثانیه رو برای من حساب. من بیام بین شماره 3 و 4 بشینم. خب ببینیم که شماره جا خوب کشیده و پسندیده شد. نه نه دوستان به اثر برتر قرار نیست اینجا جایزه بدید، قراره که مفهوم رو برسونه. الان شما به ما میگی مفهوم توضیح بده. این آقای اسم باقالی داره، خب میگه خرتو بیار باقالی بار کنیم. اینم داره میگه وای باقالی چقدر با مزه، بیار من بخورم. چجوری میگه؟ یه بار دیگه بگو. وای باقالی چقدر با مزه، بعد بیار من بخورم. پرنده پرنده باقالی بخوره بار بعد. خب دیگه اینا این آقا میگه بیا آخه، این داره خرشو میبره، این داره خرشو میبره، میگه بابا بی خره بیار باقالی بار کن. اینم نگاش میکنه میگه که چی خرم داره میگه؟ باقالیه. اینا باقالیه. آره. باقالیه خره بزرگتره. آره یه کم بزرگتر دیگه. خب زیاد شد دیگه. یک کیسه باقالیه. یک کیسه باقالی از خر و آدمه با هم بزرگتره. آره. نه این حرفشه. نه فهمیدم. آره این حرفشه. دیدی تو این چیزا؟ به نظرم هر چی بیشتر توضیح بدی خرابترش داری میکنی. بذار تو اوج تموم شه. خسته نباشی استاد. جان. بفرمایید بفرمایید. میخوای نشون ندم؟ بی خیال الان بچهات اینو ببینم. اینقدر فاجعه است. خیلی خوشگل جان. قشنگ کشیده. قشنگ. خب بفهم. نه خره رو خوب کشیده. تنها چیزی که خوب کشیده خره است. این استاد داره شخصیش میکنه. من توضیح میدی؟ این شیر جنگله؟ نه این چرا چیز داره؟ مرتضی بقال دیدی بچه های الان جایی مو میذاره اینجور میذاره شبیه شیر میشن. آقا همین شما رو میگنم گریمار خوبه برنامه مود دقیقا چون گریمار رو دیدم این احساس دستم دیگه دیدم. بعد اینم آقا خره هست همون که شما خیلی علاقه دارید. بعد شما بهش علاقه داشتی که اینقدر براش وقت گذاشتی. اینم باقالی هست که خیلی دوست داره میگه باید خیلی بکنید. بعد ببین واقعا مشکلات اینه دیگه، میگه یه اتفاقی میفته که میگه خر بیا باقالی جمع کنی، یعنی بار بزن، یعنی مشکلات خیلی زیاده. باقالی هم اینقدر خیلی ممنون. کارو داری فلسفی میکنی جالبه. این اثر داغون رو داری میبری سمت و سوی فلسفی بهش میدی. چی میخره؟ ویشکی. خب بریم ببینیم شرکت کننده ها یک و دو چیکار کردن. آفرین خیلی تاثیرگذار بود چون فرمت نقاشی اینا چیه؟ خورشید و اینا. خورشید و تو افق مثلا این پرسپکتیوشه که از دور خورشید. چیشه؟ پرسپکتیو. با چه فرمتی زدی؟ با فرمت کوبیس. مال منو بی خیال شو نبین. میخوام ببینم. خواهش میکنم. اصلا اومدم اینجا مال شما رو ببینم که چی کشیدی. خواهش میکنم نشون. بذار به نظرم حیف مردم این اثر هنری رو نبینن. خیلی نقاشیم بده. متشکرم. اینو کدوم تو کدوم گالری میخواین به نمایش بذارین؟ گالری نی باقالی. بعد توضیح بدم. خرش کو جا خر اینا میگه ما از نگاه باقالی داریم این قضیه نگاه میکنیم، یعنی ما پشت خر هستیم. من اینجا ما اینجا میخوای جمع نبندی؟ من خب باقالی میگفت. من از اینجا دارم نگاه میکنم، یعنی ما داریم نقاشی نگاه میکنم، باقالی ام دارم از پشت خره رو ما اینجا میبینیم که داره باقالی رو میبره، یعنی این صاحب خره است داره باقالی ها رو میبره. اون داره میگه بیار باقالی، بیار خر باقالی بیار. همین بالاخره هر کسی از نگاه خودش به این نقاشی نگاه میکنه، شاید نگاه باقالی نگاه کرده. البته من یه بار پاک کردم اینو، یه بار کشیدم پاک کردم. اون موقع داشتن نگاه خره نگاه میکردی. بله. از یاد جانم میشه ببینیم قربان. بفهم این بیشتر به خط نقاشی میخوره، یعنی که هم از خط استفاده که هم نقاشی میشه. استاد چی کار بکنیم که این آثار بیشتر نمایانگر احساسات باید با یه لحظه استاد مذهب من با همین نقاشیم، یعنی سبک ایجاد کردم. مرسی. نه دقیقا شما کیم؟ من باید باقالی. شما باید احساس باقالیه رو سبک میکردیم. سلام باقالی. مرسی.
میفهمید اون سال احساس باقالی رو ما نمیبینیم تو این پلان یا تو این کادری که اینجا هست. باقالی های بغلت کو خوشحالم نیست. باقالی های دیگه کو شما این داری نگاه میکنن دیگه نمیبینیم هرچی نگاه کنه شما باقالی ها ما را باقالی گرده ماهیت اون آدمی که کنارش باشده از من خوش سره استاد این اثر توی فرمت پرسپکتیو هست و از نگاه انظار مختلف جوامع در جغرافیای مختلف این آثار به نگرش‌های گوناگونی قابل برداشت است. با توجهی به خره همه و گیر دادی خرهشون چی شما فهمیدید من چی گفتم؟ نه چون خودم نفهمیدم ولی یه جوری جدی داشتی توجه شدید من میفهمیدم جانم آقالی در راستای سپردن این نقاشی به اساتیدی که در گروه این جامعه ای که ما توش هستیم زندگی میکنن آیا به نظر شما میتونن باقالی پرحرفیه یعنی تا حالا باقالی نهیده بودم اینقدر حرف بزنه خب بریم سراغ رأی‌گیری 5 ثانیه فرصت دارید به شرکت کننده مورد نظر خودتون رأی بدید و بریم 5 4 3 2 1 و زنگ پایان فرصت رأی‌گیری زده شد عزیزای دلم ممنون از اینکه با ما همراه بودید بازی پنجم خوشنمک امشب رو هم دیدیم میریم و برمیگردیم برای اعلام نتایج آرا ببینیم که چه کسی به مرحله بعد راه پیدا میکنه و چه کسی با تندیس خوشنمک امشب ما رو ترک میکنه ممنونم ارادت دارم ممنونم از اینکه با ما همراه بودید به آخرین بخش از خوشنمک امشب رسیدیم و مرحله اعلام نتایج ببینیم که چه کسی امشب با تندیس خوشنمک رو ترک میکنه یعنی خوشنمک بوده و چه کسی با نمک بود و به عنوان نفر اول به مرحله بعد راه پیدا میکنه کیه؟ شما فهم میکنین کیه؟ سلام علیکم سلام علیکم نداشتینا بذاشتین جای این من خیلی بامزه تر از این بودم قطعا همینطوره من این کارش همون اول حرفتو گوش میکردم گوش نکردین دیگه میخوای جای تو اجرا کنم؟ واقعا توانایی شو داری اصلا بیام کنارت اجرا کنم هم توانایی شو داری هم جذابیت شو داری دوستت دارم یه عالمه به دل من که خیلی نشستی قربونه و دوست دارم که بازم تو برنامه‌مون ببینمت بگو نشاط نشاط قربونه اون چشا فدای محبتت چه ربطی داشت خب فکر میکنید کی میره مرحله بعد کیه خب محبت کنید پایین بیستید لطفا فکر می‌کنی کی میره محله بعد؟ من که فکر می‌کنم سپه سپه؟ سپه؟ سپه لیاقت گرفتن تندیس رو داره تندیس یا محله بعد؟ تندیس نه بابا بچه ها خود بهتر بودن واقعا بچه ها بهتر بودن بابا تو که امتیازت بالاتر از ما بود تو همین الان که نمکنون فعلا خالیه خالیه؟ آره بچه اون دوتا ولی واقعا فکر می‌کردی دقیقه 90 یو به برنامه اضافه شی بعد بچه‌ها فکر کنن تو بری بالا من اصلا فکر نمی‌کردم بیام تو این برنامه بعد همین من فقط همراه دوستانم اومدم اینجا با بچه‌ها کنار بچه‌ها باشم ولی من یه سری تای قلبم میگفت سفر میاد چون اومد یک دو تا دوستان مربی که اومدن داشتن توضیح میدن بهش نگاه میگفت با من نباشه من نیستم من مهمونم ولی من احساس میکردم سفر به گروه ما ملحق میشه خب و واسه من واقعا افتخاری بود چون بله. بچه‌ها هر کدوم تو ژانر کاری خوششون میاد. راهی اوقات واقعا خدا میخواد برای بله. سفر واقعا دیگه. و امشب هم باید ببینیم خدا برای کی خواسته. خانم ها آقایان با حد اکثر آرا نتیجه حد اکثر آرا برای این بوده که کسی که راه پیدا میکنه به مرحله بعدی خوشنمک نه تو نیستی که من نیستم نبود شما که هستی شرکت من دوست دارم شما باشی تو همه مراحل دست شما دره قربون شما برم من کسی که راه پیدا میکنه به مرحله بعد خوشنمک کسی نیست جز جناب آقای سپهر ملکوتی دست و سوت و جیغ به افتخارش سپهر عزیزم
این طرف فیسی رأی سپر رو با هم دیگه نگاه میکنیم. حدوداً 30% از نمکدونش پر از نمک شده و این بین کسایی که تا حالا به مرحله بعد راه پیدا کردن توی دیگر ضبط‌های ما خیلی کمتر بوده، ولی باز تو این ضبط یعنی تو این خوش نمک شما اول شدید، نسبت بقیه بیشتر بوده. خب اما همونطور که میدونید نفر اول یه نفر میتونه با خودش به مرحله بعد ببره، یعنی اختیار و این امتیاز و این جایزه رو داره که یک نفر رو در مرحله بعدی به خودش همراه کنه. اما این قسمت مقدار متفاوته، چون باید اون کسایی که جزء انتخاب‌های نفر برگزیده هستن حداقل رأی رو داشته باشن، که امشب به این شکل نبوده، یعنی ما بقیه روسان در به اون حد نصاب رأی نرسیدن که بتونن جزء انتخاب‌های نفر برگزیده امشب ما باشن. اما این یه فرصت ایجاد میکنه برای کسانی که در بقیه ضبط‌ها و بقیه قسمت‌های خوشنمک جزء کسایی بودن که نرفتن بالا در مرحله مقدماتی، حالا یک نفر میتونه از کسانی که در خوشنمک های دیگه حذف شدن با انتخاب مردم به فینال بیاد و همراه ما باشه. این از این. اما تندیس امشب به کی میرسه؟ به کی میرسه؟ به من؟ تندیس به کی میرسه؟ به تو؟ به کی میرسه؟ بده بریم شما باید بگیری بریم. خب اما خوشنمک امشب ما کسیه که امشب شبش نبوده. این به این معنا نیست که آدم بی‌نمکی بوده یا آدم با استعدادی نبوده، به نسبت بقیه رقباش کمتر تونسته بخندونه و کمتر تونسته دل تماشاگرای ما رو به دست بیاره. قطعا کسانی که اینجا حضور دارن آدم های با نمکی هستن، آدم های با استعدادی هستن و انقدر این اعتماد به نفس رو داشتن که در این برنامه حضور پیدا کردن و امیدوارم که متوجه شده باشید که چی میخوام بگم. فکر میکنید کی با تندیس میره خونه؟ تندیس طالب زیاد داره. 4-5 چرا رود نمیشه؟ بگو میثم میثاقی رو همچنین با یه اسه با افتخار اعلام میکنم خوشنمک امشب ما جناب آقای میثم میثاقی. بزنید به افتخارش آقا میثم. گفتم ته یه مراسمی باشکوه. آره خیلی باشکوهه. نمکتون خوشنمک تندیس نمکتون. ببین من تلاشمو کردم اما رفقام خیلی خوب بودن. شما به چشم نیومدن. من یه جدی میگم. حالا یه چیزی بگم، من چون سابقه همه دوستانمو میشناسم، خب و بازم میگم من قرار نبود توی این مسابقه باشم، ولی من از اونجایی که میشناسم بچه‌ها رو، تک تک این دوستای من خب کسایی هستند که دل مردم رو خیلی شاد کردن، یعنی بله. تک تکشون تو کار خودشون بی نظیرن. میثم میثاقی که الان شب خوشنمک گرفت کسیه که با خود من روی صحنه تئاتر کمدی خیلی بودیم رو صحنه و اصلا. من پارتنر کمدی میثمم، یعنی من میثم کمدیانه و من بله من همراه میثم میرم روی صحنه و مکمل میثمم. میثم شخصیت کمدی میثم بازی میکنه. امشب نمیدونم چی شد ولی هیچی از ارزشات کم نمیشه. قطعا دنیای متفاوتیه، دنیای صحنه و تصویر. این رو من خودم به تازگی درکش کردم و خیلی از اتفاقاتی که خودم من روی صحنه رقم میزدم و خیلی مورد اقبال تماشاچیا و مخاطبام که اجرای صحنه من رو میدیدن خیلی مورد اقبالشون قرار میگرفت، الان میبینم جلوی دوربین اجرا میکنم شاید خیلی چنگی به دل نمیزنه. دنیاش دنیای متفاوتیه. قطعا اجرای صحنه‌ای سختی‌های خاص خودشو داره و اجرا جلوی دوربین هم کمی سخته. بریم ببینیم که رأی میثم میثاقی چقدر بوده. کاش نمیدیدیم. خیلی زیبا. بله
علی افشاری و فرهاد مجیدی و رضا فقیه هم همونطوری گفتم به حد نصابی نرسیده بودن که بتونن جز انتخابات نفر برگزیده باشن برای حضور در مرحله قبلی. به رسم یاد بود به شما هم تندیسی داده خواهد شد، البته رنگش برنز نیست، رنگش سفیده، به رسم یاد بود و یادگاریه. اما این تندیس که در دست شماست خودش یه مدل شوخیه اصلا. آره بعد خیلی نگه شبیه خودم ها میبینی صافه. آره مثل آره مثل خودت داره برق میزنه. بابا آدم خوبه با جنبه باشه. آقا میسم با جنبه، دوست داشتنی، پر از انرژی مثبت. من که خیلی عشق کردم کنار شما و امیدوارم بازم فرصتی باشه که ببینمتون. حتما میام با افتخار اجرای صحنه‌تون رو میبینم از نزدیک و کیف میکنم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید بینندگان محترم و هم میهنان عزیزم. به پایان این قسمت از خوشنمک رسیدیم. مرسی که ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. یا علی، شب بر شما خوش. آقا ارادت خیلی مخصوص.